تصویری رو که مشاهده می‌فرمایید مربوط به بهنام مسیوند فعال سیاسی است. او در اعتراضات سال 88 تا به حال بارها بازداشت و به حبس‌های محکوم شده است. از جمله سال 88 به 2 سال زندان، سال 93 به 3 سال و همینطور سال 96 به 5 سال زندان محکوم شد. در شهریور ماه 98 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه مجموعاً به 6 سال زندان محکوم شد. در تاریخ 25 خرداد ماه 98 پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی در شهریور ماه 99 به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. در مرداد ماه 99 در اعتراض به سوء استفاده و بهره کشی زندانیان مالی از زندانیان غیر سیاسی و پخش گسترده قرص و مواد مخدر در بین زندانیان و پس از درگیری لفظی با رئیس بند 4 به صورت تنبیهی به بند 8 زندان اوین منتقل شد. بهنام مسیوند بارها در حمایت از دیگر زندانیان در شرایط سخت زندان در دست به اعتصاب غذا زد. بهنام مسیوند در تاریخ 30 فروردین ماه 1401 در اعتراض به شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زده و مدتی بعد به دلیل مخالفت با زدن دستبند به هنگام اعزام به بیمارستان توسط مأموران زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بهنام دوشنبه 5 اردیبهشت ماه از زندان رجایی شهر کرج به قرنطینه زندان اوین منتقل شد، اما 1 روز بعد در 8 روز اعتصاب غذا و در پی حال عمومی نامناسب از قرنطینه این زندان به بیمارستان طالقانی منتقل شد و نهایتاً پس از 16 روز به اعتصاب غذای خود در بیمارستان پایان داده و در تاریخ 20 اردیبهشت با وضعیت نامناسب پزشکی از بیمارستان طالقانی به زندان اوین بازگردانده شد. بهنام مسیوند در حال حاضر با بیماری های مختلفی روبرو و همچنان محروم از دارو و درمان در زندان اوین محبوس می باشد. بهنام مسیوند در مورد علل اعتصاب غذای خود می گوید: اعتصاب غذا نه برای درخواست آزادی، نه برای درخواست مرخصی و حتی نه برای درمان بود، بلکه فقط برای پایبندی و جامعه عمل پوشاندن به صحبت هایی بود که درباره مقاومت گفته بود.